7 کشور اروپایی توافق کردند برای مقابله با تروریسم همکاری‌های اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. آلمان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند اعلام کردند برای تأمین جانی شهروندان خارجی در برابر اقدامات تروریستی همکاری می‌کنند. واشنگتن تایمز: شورای ملی مقاومت ایران روند خطرناک افزایش فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران را در کتاب جدیدی برجسته کرد. رئیس جمهور مصر: از کشورهای عرب خلیج فارس در برابر هر تهدیدی دفاع می‌کنیم. مایک پومپئو در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا میگه به اروپا اجازه نمی‌دهیم هم با رژیم ایران معامله کند و هم با آمریکا. باید یکی را انتخاب کند. A number of European countries do business with Iran. The president had formally said anyone doing business with Iran will not be doing business with the United States. آقای وزیر، تعدادی از کشورهای اروپایی با ایران تجارت می‌کنند. رئیس جمهور پیشتر گفته بود که هر کسی که با ایران تجارت کند با ایالات متحده تجارت نخواهد کرد. بنابراین آیا متحدین اروپایی می توانند انتظار داشته باشند که با ایالات متحده تجارت نخواهند کرد؟ مایک پومپئو: این صحیح است. به کشورهای اروپایی اجازه داده نخواهد شد که هم با ایالات متحده و هم با ایران تجارت کنند. صریح بگویم، از ماه مه، از زمان اعلام خروج رئیس جمهور از توافقنامه فاجعه بار اتمی، انبوهی از شرکت‌های اروپایی از ایران فرار کردند. همه دنیا درک می‌کند که این تحریم‌ها واقعی هستند. این تحریم‌ها فرصت مردم ایران را رشد می‌دهد که تغییراتی را در ایران ایجاد کنند. تغییراتی که آنها به شدت خواهان آن هستند. این تحریم‌ها رژیم ایران را از داشتن ثروت و پولی که نیاز دارد تا محرک تروریست در سراسر دنیا باشد محروم می‌کند. Stop Iran from having the wealth and money that they need to continue to foment terror around the world. But it's the companies that won't be doing business, not the countries themselves. In other words, they won't be punished by any company. ولی این شرکت‌ها هستند که نخواهند توانست تجارت کنند، نه خود کشورها. آنها مجازات نخواهند شد. اگر شرکت‌ها با ایران تجارت کنند، کشورها مجازات نخواهند شد. مایک پومپئو: بله، این صحیح است. این تحریم‌ها برای کسانی اعمال می‌شود که تبادلات قابل تحریم انجام می‌دهند. وزارت خزانه‌داری مجموعی از تحریم‌ها دارد. وزارت خارجه مجموعی تحریم‌های خودش را دارد. اینها سخت‌ترین تحریم‌هایی است که در تاریخ علیه رژیم ایران برقرار شده است. رژیم ایران یک رژیم تروریست است. این رژیم تروریستی تلاش کرد طی هفته‌های گذشته سوء قصد تروریستی در دانمارک انجام دهد. این رژیم تروریستی به تأمین مالی حوثی‌ها ادامه می‌دهد که موشک‌هایی به سمت ریاض و دبی شلیک می‌کنند. این متوقف خواهد شد. این رفتار باید تغییر کند. رژیم که continues to fund the Houthis launching missiles into Riyadh and into Dubai, that's going to stop. That behavior must change and sanctions from the United States will be reimposed at midnight tonight. تشدید تروریسم و جنگ افروزی رژیم ایران نام کتاب جدیدیه که موج تروریسم رژیم ایران علیه اپوزیسیون ایران در آمریکا و اروپا رو تشریح میکنه. این کتاب که شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن معرفی کرده، نقش سران رژیم ایران در رویارویی با اپوزیسیون رو نشون میده. مضاعفة الارهاب والاضطراب عنوان کتاب جدید یشرح موجة من الارهاب متمثلة في تعامل طهران مع المعارضين الايرانيين. کتاب شورای ملی مقاومت نمایندگی های رژیم که در نهادهای تصمیم گیری در سفارتخانه های رژیم در اروپا مشارکت دارند و عملیات تروریستی انجام می دهند را افشا می کند. علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن: چیزی که ما از دولت های غربی می خواهیم این است که نگذارند هیچ درآمدی به رژیم ایران برسد. باید سفارتخانه های این رژیم در اروپا که از آنها به عنوان مرکز عملیات تروریستی استفاده می شود بسته شود و مزدوران رژیم اخراج شوند. انتشار این کتاب با اجرایی شدن مرحله دوم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه صادرات نفت رژیم ایران همزمان است.
این تحریم ها به منظور ایجاد فشارهای اقتصادی بر روی رژیم ایران جهت تغییر رفتار آن در منطقه انجام می شود و حرکتی با هدف وارد کردن اروپایی ها برای اتخاذ موضعی سخت‌تر علیه رژیم ایران است. رژیم ایران از میلیاردها دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز برای ایجاد آشوب در خاورمیانه و ترور اپوزیسیون ایرانی خارج کشور استفاده می کند. این کتاب برای افشای نقش سرکردگان رژیم ایران علیه اپوزیسیونی است که مترصد برملا کردن طرح‌های رژیم برای تهاجمات تروریستی در اروپا و آمریکاست. سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا در یک مصاحبه با اسکای نیوز تحریم‌های جدید این کشور علیه رژیم ایران را تشریح کرد. وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 14 آبان ماه 97 در اولین روز اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی علیه رژیم ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک جزئیات بیشتری از شرکت‌ها و نهادهای وابسته به رژیم ایران را که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند اعلام کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا علاوه بر بانک مرکزی رژیم، سازمان انرژی اتمی و خطوط هواپیمایی ایران ایر را در میان لیست جدید 700 شرکتی اعلام کرد که مورد تحریم قرار گرفتند. دو وزیر تأکید کردند در این دور از تحریم‌ها بیش از 50 بانک رژیم و همچنین 200 فرد و کشتی در بخش کشتیرانی رژیم تحریم شدند. در دور دوم تحریم‌ها اصلی ترین شریان‌های اقتصادی رژیم آخوندی از جمله تجارت نفت و بانک مرکزی و کشتیرانی و هواپیمایی رژیم هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا ناتان تک به اسکای نیوز گفت فعلا یعنی هذه الحكومه الايرانيه وفرت حوالي 16 مليار دولار الى اذرعته في المنطقه سواء كانوا في العراق او سوريا او لبنان او اليمن. رژیم ایران نزدیک به 16 میلیارد دلار را به عواملش در منطقه داده است. این مبلغ یا در عراق یا در سوریه و لبنان و یمن مصرف شده است. به این دلیل ما دیدیم که فشارهای اقتصادی بر این رژیم امری بسیار مهم است. یعنی این 16 میلیارد دلار میبایست در داخل ایران و برای مردم ایران مصرف میشد. ولی متاسفانه سپاه پاسداران ثروت‌های مردم را برای این گونه فعالیت‌های خبیثانه غارت کرده است. به این دلیل ما شاهد اعتراضات و تظاهرات ادامه داری در ایران هستیم، چرا که مردم ایران نسبت به این سیاست غیرمسئولانه رژیم احساس دلسردی و ناامیدی می‌کنند. ما این تحریم‌ها را برای هدف قرار دادن مردم ایران اعمال نکردیم، بلکه می‌خواهیم رفتار این رژیم را تغییر دهیم و مطمئن هستیم که این تحریم‌ها به هدف خواهد رسید. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در یک مصاحبه با العربیه گفت رژیم ایران تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. ما طرحی برای مقابله با آن داریم. برایان هوک میگوید دولت ایالات متحده طرحی فراگیر برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی رژیم تهران دارد. رژیم ایران علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. این رژیم در زمینه موشک‌های بالستیک فعالیت می‌کند، دست به حملات سایبری می‌زند و از تروریسم پشتیبانی مالی می‌کند. از این رو ما طرحی فراگیر برای مقابله با این فعالیت‌ها در پیش گرفته‌ایم. تحریم‌ها را فعال خواهیم کرد و اقدام‌های دیگری برای مقابله با ایران هم در پیش خواهیم گرفت. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با تأکید بر اینکه در صورت تلاش رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌ها مجازات‌های اعمال شده تشدید خواهد شد گفت این تحریم‌ها همه کشورهایی را که با ایران تعامل می‌کنند در بر خواهد گرفت. او افزود
ما پیش بینی می‌کنیم رژیم ایران برای دور زدن این تحریم‌ها تلاش می‌کند. اگر این کار را بکند، ما علیه ایران و هر کشوری که با آن تعامل کند، تحریم‌های بیشتری اعمال خواهیم کرد. برایان هوک گفت: با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای محافظت از ثبات قیمت نفت پس از اجرای تحریم‌های واشنگتن علیه تهران هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است. او تصریح کرد: در این مدت با متحدانمان هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم. با خالد الفالح وزیر انرژی سعودی دیدار کردم. او تلاش بسیار خوبی برای حفاظت از ثبات قیمت‌ها و تضمین تأمین تقاضای بازار انجام داده است. او را ماه اوت گذشته در سعودی دیدم. شماری دیگر از وزرا را هم ملاقات کردم. امارات هم در این زمینه کمک می‌کند. ما از این نتایج که هدفش منزوی کردن اقتصادی و دیپلماتیک رژیم ایران است خوشنودیم. سردبیر روزنامه اشهر قلوسط درباره راه حل رژیم در برابر بحران‌های اجتماعی نوشت: رژیم ایران ناتوان‌تر از آن است که به خواسته های مردم ایران پاسخ دهد. سلمان دوسری سردبیر سابق روزنامه اشرق الوسط با اشاره به اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران گفت: سناریوی تکراری رژیم ایران در این مواقع این است که تهدید با مانورهای دریایی، آزمایش موشک‌های بالستیکی و هشدار به بستن تنگه هرمز می‌کنند. در تحریم‌های سال قبل، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد اعلام کرد: چنانچه تحریمی اعمال شود، قطره نفت از تنگه هرمز عبور نمی‌کند. اما تحریم‌ها اعمال شدند و میلیون‌ها بشکه نفت از آنجا صادر شد و عکس العملی از رژیم وجود نداشت. در ماه اوت گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قانون رویارویی با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها را تصویب کرد. قانونی علیه برنامه موشک‌های بالستیکی رژیم، سپاه پاسداران و گروه‌های مسلح وابسته به آن. به دنبال این موضع آمریکا، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تهدید کردند که هر مرحله جدید از تحریم‌های آمریکا موجب پاسخ کوبنده‌ای علیه منافع ایالات متحده در منطقه می شود. وقتی ترامپ اعلام کرد از توافق هسته‌ای خارج می شود، باز هم ماجرا تکرار شد. در آن زمان حسن روحانی گفت: آنها می خواهند صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع کنند. خطاب به آمریکایی‌ها گفت: اگر می توانید بکنید و نتیجه‌اش را خواهید دید. نایب رئیس مجلس رژیم علی مطهری تأکید کرد: اگر مانع صادرات نفت آنها بشوند، تنگه هرمز را می‌بندند. مقامات رژیم ایران با همین زبان تهدید برای دیگران خط و نشان کشیدند، اما حتی یک بار تهدیدها و موشک‌های ایران جدی گرفته نشد و رژیم جرأت نکرد تنگه هرمز را ببندد. اظهارات پهلوان پنبه‌ای زیادی شده، اما نتیجه یکی بود. همه تحریم‌ها اعمال شد و اکنون کارت به استخوان رژیم رسیده و این رژیم نتوانسته حتی یکی از تهدیدهایش را عملی کند. سردبیر سابق روزنامه اشرق الوسط در اشاره‌ای صریح به پایان دوره مماشات ادامه داد: دونالد ترامپ باراک اوباما یا کلینتون نیست، حتی شبیه هیچ یک از رؤسای جمهور دیگر آمریکا که تهران با آن روبرو شده نیست. علاوه بر این، کشورهای منطقه استراتژی روشنی برای مقابله با این رژیم دارند. از همه اینها گذشته، مردم ایران دیگر سیاست‌های چنین رژیمی را تحمل نخواهند کرد. مانور مشترک سپر عرب در پایگاه نظامی محمد نجیب و سایر پایگاه‌های هوایی و دریایی مشترک در دریای مدیترانه شروع شده. بر القواعد العسکریه في الشرق الاوسط طلقت واحده من اضخم التدريبات. در این تمرینات 6 کشور عرب شرکت دارند. گفته می‌شود این بزرگترین مانور نظامی در خاورمیانه است. ارتش مصر طی بیانیه ای اعلام کرد مانور مشترک نظامی با عنوان سپر عرب 1 با شرکت نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی
و نیروهای ویژه کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، کویت، بحرین و مراکش و با مشارکت لبنان به عنوان ناظر در پایگاه محمد نجیب در غرب این کشور آغاز شد. بر اساس این بیانیه، فرماندهان این کشورها طی نشستی هماهنگی‌های لازم را انجام داده و بر استفاده از جدیدترین سلاح‌ها در این رزمایش، تقویت توان نیروها، افزایش قدرت نظامی و تحقق اهداف مشترک تأکید کردند. هدف از این تمرینات به کارگیری کلیه تسلیحات، تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته برای استفاده حداکثر نیروهای شرکت کننده توصیف شده است. تبادل تخصصهای رزمی میان کشورهای شرکت کننده نیز از سایر اهداف این تمرینات است. قرار است این تمرینات تا 16 نوامبر ادامه داشته باشد. این مانور در مراحل مختلف به اجرا در می آید. این که با چنین تمریناتی آیا احتمال شکل گیری یک ارتش عربی با شرکت کشورهای منطقه وجود دارد؟ نصر سالم، رئیس دستگاه اطلاعات سابق مصر گفت بیشک ما نیاز به مکانیزمی داریم که ارتش‌های عرب را به یکدیگر پیوند دهد. او به اهداف چنین مانورهایی اشاره کرد و گفت در صورت مواجهه با دشمن مشترک میبایست بتوانیم که از نیروهای یکدیگر استفاده کنیم تا بر آن پیروز شویم. به این منظور میبایست که تمرینات مربوطه را انجام دهیم. طی ماه‌های اخیر برگزاری رزمایش نظامی میان کشورهای عرب یا عربی غربی در منطقه افزایش یافته است. بلا شک یعنی نحن فی حاجه الى مثل هذه الاليه التي توحد جيوشنا العربية. هناك تدريبات مشتركة كانت تجري بين كل دولتين على حدة. روسیه قصد داره یکی از مرگبارترین سلاح‌های آمریکایی رو به وسیله پارازیت کنترل و یا نابود کنه. Russia wants to jam one of America's most deadly weapons of war. Thanks to better sensors and software. باید از حسگرها و نرم‌افزارهای بهتر که باعث شدند پهپادهای آمریکایی بیشتر مستقل عمل کنند تشکر کرد. اما آنها همیشه نیاز به یک ارتباط رادیویی برای برگرداندن داده‌های حسگرها و یا بقیه اطلاعات دارند و این آن نقطه ضعفی است که روس‌ها می‌توانند استفاده خودشان را از آن بکنند. ارتش روسیه در پایین کشیدن پهپادها در حال پیشرفت کردن است. این امر می تواند برای ایالات متحده آمریکا معانی جدی داشته باشد، به خصوص در شرایطی که آمریکا تکیه بیشتری بر هواپیماهای بی سرنشین می کند. کرملین در 2 نوامبر اعلام کرد که خدمه خودروهای جنگ الکترونیک سیلوک شامل 500 خدمه نظامی پهپادها را در یک بازی جنگی در نزدیکی لنینگراد مجبور به فرود کردند. سیلوک آخرین واحد در یک مسیر طولانی از سیستم‌های پارازیت روی فرکانس‌های رادیویی است که ارتش روسیه پس از جنگ سرد به منظور قطع ارتباط دشمن از جمله ارتباطات رادیویی اپراتورها به پهپادها و ارسال ویدیو و بقیه داده‌های اطلاعات از پهپاد به اپراتور استفاده می‌کرد. گسترش سیستم‌های پارازیت و جنگ الکترونیک و استفاده از آنها می‌تواند خطری برای گسترش ناوگان‌های پهپاد آمریکا باشد. در سال 2011 ایران آشکارا از یک سیستم پارازیت روسی به نام آفتوبازا برای پایین کشاندن یک پهپاد جاسوسی رادارگریز نیروی هوایی آمریکا به نام RQ-170 در طول مرز ایران افغانستان استفاده کرد. بر طبق گزارشات روسیه از همین سیستم پارازیت علیه پهپادهای آمریکایی بر فراز اوکراین استفاده کرده است. Meanwhile, 3 drones attacked Russian facilities at the nearby port of Tartus. آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک، در یک پیام توییتری گفت
با وزیر خارجه آمریکا درباره توطئه تروریستی رژیم ایران در خاک دانمارک صحبت کردند. واکنش دانمارک به این توطئه مورد تحسین آمریکا قرار گرفت. دانمارک به دنبال پاسخ مشترک دوستان اروپایی به رژیم ایران است. ما نگرانی آمریکا را در این رابطه مورد تایید قرار دادیم.